Marzieh Eskandari هستم از دانشگاه الزهرا. موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم مثلث بندی هست. در واقع مثلث بندی رو میشه به دو شکل بهش نگاه کرد. یکی مثلث بندی به مثلث بندی میشه به دو شکل نگاه کرد، یک مثلث بندی مجموعه نقاط و مثلث بندی یک چند ذیلی. من اول به صورت گذرا به مثلث بندی چند ذیلی اشاره میکنم و حالا خیلی وارد جزئیاتش نمیشم که بیشتر به مثلث بندی مجموعه نقاط بپردازیم که شاید براتون جدیدتر باشه. منظور از مثلث بندی یک چند ذیلی یعنی افراز درون یک چند ذیلی به قطعات مثلثی با کمک قطراش، و منظور از مثلث بندی یک مجموعه نقاط افراز سطح به مثلث هایی هست که رأس های در واقع مثلث ها از این نقاط باشن. حالا این تعریف رو دوباره تکرار میکنم. قبل از هر چیزی ما باید مطمئن باشیم که برای هر چند ذیلی دلخواهی افراز مثلثی وجود داره. برای اینکه اینو نشون بدیم من خیلی خلاصه به اثبات اینکه چرا یک افراز مثلثی یا یک مثلث بندی وجود داره میپردازم. قبل از اینکه اینو نشون بدم لازم هست اول نشون بدم که هر چند ذیلی دلخواهی یک اوج حداقل داره. من از اثبات اینکه حالا خیلی هم سخت نیست میگذرم و فرض میکنیم که پس الان میپذیریم هر چند ذیلی دلخواهی قطر داره. اگر این رو بپذیریم بنابراین میتونیم به استقرار روی تعداد روز نشون بدیم که هر چند ذیلی دارای یک مثلث بندی، به این ترتیب که اول با توجه به اینکه مطمئنیم این یک قطر داره، یکی از قطرهاش رو که حالا مطمئنی وجود داره رسم میکنیم. بعد الان دو تا زیر چند ذیلی کوچکتر داریم که تعداد رأس‌هاشون از این کمتر، بنابراین طبق فرض استقرار میتونیم برای اینها مثلث بندی وجود داره و میتونیم اینها رو مثلث بندی کنیم. با این کار دو تا مثلث بندی در کنار هم قرار میگیرم و این مثلث بندی برای چند ذیلیمون ارائه میکنم. باز به سادگی با استقرار میتونیم ثابت کنیم که تعداد قطرهایی که به کار بردیم المنت های 3 تا و تعداد مثلث هایی که به وجود میان المنت های 2 تا هست. در واقع از یکی از خواص این نوع مثلث بندی یا افراز مثلثی درون یک چند ذیلی این هست که اگر ما گراف دوگانی رو نظیر کنیم به این مثلث بندی به این ترتیب که به ازای هر مثلثی یک گره قرار بدیم و دو گره رو به هم وصل می‌کنیم در صورتی که مثلث‌های متناظرشون با هم همسایه باشن، در این صورت یک گرافی به دست میاد که به این گراف میگیم گراف دوگان مثلث بندی. گراف دوگان مثلث بندی به دلیل تناظری که بین تعداد رأس‌های این گراف و تعداد مثلث‌ها وجود داره دارای المنت‌های دو رأسه، و به دلیل تناظری که بین یال‌های این گراف و قطرهای این چند ذیلی وجود داره دارای المنت‌های سه تا یال هست. بنابراین چون کانکتدم هست ما از قضیه گراف استفاده می‌کنیم و نشون می‌دیم به سادگی که این گراف دوگان درخت هست. از این درخت بودنش من می‌خوام استفاده کنم. قبلش تعریف کوچیکی دارم اینجا، تعریف گوش هست. یک چند ذیلی رو میخوام براش تعریف کنم که گوش چیه، بعد از این میخوام استفاده کنم برای یک نوع الگوریتم ساده مثلث بندی. هر سه تا رأس متوالی رو اگر شما در نظر بگیرید، در صورتی که رأس اول رو به سوم وصل بکنید و یک قطر داشته باشید به این میگیم یک گوش، یعنی یک مثلثی که به دست میاد به این صورت میگیم یک گوش. در واقع اگر مثلا من این ستا رو در نظر بگیرم اولی رو به سومی وصل بکنم گوش نخواهد بود چون قطر نیست. دوباره مثلا این ستا اگر در نظر بگیرید اولی رو به سومی وصل بکنید این پار خط قطر نیست، بنابراین باز اینم گوش نیست. این تعریف گوشه، اینو داشته باشید. حالا
چون من نشون دادم که این گراف دوگان مثلث بندی یک درخت هست، میتونم حالا به سادگی نشون بدم که هر چند سنی حداقل دو تا گوش داره. چجوری نمیتونیم نشون بدیم؟ توجه کنید که هر گوشی متناظر میشه با یک بند در این گراف دوگان، و چون میدونیم من نظریه گراف که هر درختی حداقل دو تا برگ داره، بنابراین هر چند سری حداقل دو تا گوش داره. من توی قسمت نگاه گذرایی دارم به الگوریتم مثلث بندی چند سری ها. در واقع یه لیستی هست از کاری که تاکنون انجام شده. اولین الگوریتمی که ارائه شده، الگوریتمی که بر اساس همین بریدن پیش در واقع اتفاق میفته که من بهش اشاره میکنم، در زمان دو در سال 1911، همینطوری که جلو میریم بعدی در زمان n لاگ n، بعدی در زمان n لاگ لاگ n، و بعدی هم در زمان n پولی لاگ n در واقع رندومایز هم هست در سال 1989. الگوریتم بعدی در سال 1992 که وسیله شزل بوده که خطی بوده، بعد نهایتا در سال 2000 هم رندومایز بوده و در زمان خطی. من به یه الگوریتم خیلی ساده اشاره میکنم برای مثلث بندی، الگوریتم بریدن گوش. این الگوریتم به این صورت عمل میکنه که ما چون گفتیم در واقع استقرایی عمل میکنه، ما چون گفتیم که هر چند زلی یه گوش داره، پس من میتونم برای این چند زلی یه گوش پیدا کنم، این گوش رو ببرم و با حذف کردن این گوش چند زلی کوچیکتر به دست میارم که n به یکی زل داره. برای این هم میتونم همین کار انجام بدم، یه گوش پیدا کنم، این گوش رو ببرم، و با ادامه دادن این کار همینطور که میبینید نهایتاً انقدر این کار ادامه میدم تا فقط یک مثلث بارونه، یا به عبارت دیگه من n منهای 3 بار این کار رو انجام میدم. این الگوریتم ساده که به بریدن گوش معروف هست، چند زلی رو به مثلث ها افراز میکنه. اما الگوریتم دیگه ای هست که الگوریتم قشنگیه به روش پلین سویپ یا جارو به صفحه هست. من قبل از اینکه بگم به این مقدمات کوتاه احتیاج دارم اینو میگم و بعد اون روش جارو به صفحه رو بهش اشاره میکنم. یکی از الگوریتم های مثلث بندی که در واقع با روش پلین سویپ اجرا میشه، پایش مثلث بندی کردن چند زلی های خاصیه که بهشون میگیم چند زلی های یک نوار. چند زلی یک نوار اگر بخوام تعریف بکنم، در واقع نسبت به یک راستایی که اینجا با یک خط قرمز نشون دادم، مثلا اینجا این راستای من خط عمود هست، تعریف میشه و به این صورت تعریف میشه که یک چند زلی رو نسبت به اون راستای در نظر گرفته شده یک نوار میگیم، در صورتی که تمام خطهای عمود و اون راستا چند زلی رو حداکثر در دو مؤلفه قطع کنن، به این معنی که یا در یک نقطه یا در دو نقطه قطع بکنن حداکثر، یا در یک نقطه و دو پاره خط، یا در دو تا پاره خط قطع کنن حداکثر. خب این تعریف چند زلی یک نوار داشته باشین. جالبه بدونید که چند زلی یک نوار میشه در زمان خطی به سادگی مثلث بندی کرد. برای اینکه اینو در واقع از این مثلث بندی کردن چند زلی های یک نوار بعدا استفاده بکنم، یک معادلی برای یک نوار بودن اینجا آوردم. اون این هست که یک چند زلی در صورتی که اینتریر کاست نداشته باشه یک نوار. این به چه معنی؟ یعنی اینکه شما زوایای مقعرش رو نگاه کنید، اگر یک خطی عمود بر اون راستایی داده شده از زاویه مقعرش عبور بدید و رأس‌های قبل و بعد این زاویه مقعر هر دو در یک طرف این خط، و یا اینکه ماکسیموم یکی در یک طرف یکی دیگه روی این خط عمود قرار بگیرن، در این صورت میگیم که این اینتریر کاست نداره، اگه هیچ کدوم از در واقع این رأس‌های مقعر براشون اتفاق نیفته، یعنی در دو طرف مختلف نباشن، یعنی برای همشون این اتفاق بفینی همشون بالا یا همشون پایین باشن. البته میتونه روی این خط افقی هم قرار بگیره، رأس قبلی و بعدی این زوایای مقعر. خب این شرط من بعدا میخوام ازش استفاده کنم، منتها قبلش میخوام چند زلی های یک نوار رو به سادگی مثلث بندی کنم. یه ایده خیلی جالبی که به صورت خطی چند زلی یک نوار رو میتونیم مثلث بندی کنیم. چطوری؟
ایده این هست که اول رأس‌ها رو از بالا به پایین مرتب کنید. به این صورت من از بالا به پایین همه رأس‌ها رو مرتب کردم. قبول دارید این کار در زمان اوگن امکان پذیر دیگه، به خاطر اینکه اولا اینا ما یه ترتیبی از اینا رو در اختیار داریم، کافی بالاترین و پایین‌ترین رو پیدا بکنیم و دو تا زنجیر در واقع دو تا لیست مرتب هستن خود به خود و کافی اینها رو مرج بکنیم دیگه، شبیه مرسول در زمان خطی میاششون میکنیم و کلا این رست ها سورت میشن. خب حالا من در زمان خطی اینا رو سورت کردم، پس اینجا نگران نباشید که فکر کنید الاین لازمه. حالا از اینجا ببرم، کاری که میکنیم اینه که خب دوتای اول که هیچی مثلثی درست نمیکنن، اما از سومی شروع میکنیم و سعی میکنیم این رست ها رو یکی یکی از سه تا در واقع آخرینمون که 24 باشه، چون 25 که مثلثی درست نمیکنه، 24 شروع میکنیم به رأس های بالایش وصل کردن، در صورتی که این اتصال قطعی رو درست بکنه که قطعی رو درست بکنه در واقع یک مثلث به وجود میاد و اون مثلث رو حذف میکنیم. حالا من اینو یکم دیگه جزئیات بیشتر میگم. شکل کلیش اینطوریه، پس روی این رأس ها حرکت میکنیم، مثلا به 5 برسیدیم، وقتی اینو رأس میکنیم یک مثلث درست میکنیم، این مثلث رو حذف میکنیم و گزارشش میکنیم، بعد به سه وصل میکنیم، همینطوری به بالایی ها. به محض اینکه دیگه مثلثی درست فرار رو چهار کردیم، دیگه مثلثی درست نکرد، در نتیجه عبور میکنیم از پنج و به رأس شیش میرسیم. همین کار رو برای رأس شیش انجام میدیم و الان به بالاتریاش وصل میکنیم. نکته مهمی که اینجا وجود داره برای اینکه من بفهمم شیش چهار قطر هست یا نیست، اصلا لازم نیست اون همه زحمت بکشیم که این 6 4 رو با تمام اضلاع قطع بدیم یا اینکه روش دیگه استفاده کنیم. به سادگی فقط کافی مطمئن باشیم که 6 4 درون این زل قطره، حالا قطر نمیگم، پارخط 6 4 پارخط 6 4 کافی نشون بدیم که درون این چند زلی میفته. اگر پارخط 6 4 درون این چند زلی بیفته به معنی این هست که این قطره، چون نمیتونه به خاطر این نوا بودنش اینها رو قطع بکنه، فقط کافی درون و بیرون بودن رو چک کنه. همونطوری که میدونید درون و بیرون بودن هم در زمان در واقع یک امکان پذیره، فقط کافیه که ببینید که در کدوم طرف سمت چپ و راست رو چک کنید که دیگه جزئیات نمیشه. این کار اگه ادامه بدیم به این سادگی میتونیم چند زدی رو این چند زدی یک نوا رو مثلث بندی کنیم. حالا من برای اینکه پیاده سازی رو گفته باشم اینجا بهتون نشون میدم که چجوری عمل میکنه. خب اولین کاری که میکنیم اینه که این رأس ها رو مرتب میکنیم، یه پشته درست میکنیم، یه پشته خالی، یک و دو رو توش اول درج میکنیم. این مرحله آماده سازی میدن. حالا وقتی یک و دو رو درج کردیم میایم از رأس سه تا رأس انمن هایی که این کارها رو تکرار میکنیم. این کارها چی هم؟ از رأس سه که شروع میکنم نگاه میکنم ببینم این رأس مثلا آیون که دست ما الان سه هست آیا با رأس بالای پشته که الان دو هست با هم در یک زنجیر هستن؟ چون اگه شما این چند زلی یک نوار نگاه کنید میتونید به دو تا زنجیر افرازش کنید، یعنی از بالاترین رأسش تا پایینترین رأسش به دو تا زنجیر میتونید افراز کنید، زنجیر سمت راستی و زنجیر سمت چپی. حالا اینطوری نگاه کنید بهش، بگید که آیا این رأس سه با آخرین رأس درون پشته در یک زنجیر هستن یا نه. این اگر رو چک کنید، اگر بود چی کار میکنیم، اگر نبود چی کار میکنیم. اگر الان تو مثال ما سه و دو با هم همزنجیرن، اگر یه همچین اتفاقی افتاد همطوری که انجام نوشتم، کاری که انجام میدیم اینه که رأس آخر رو حذف میکنیم از پشته. بعد که این کار رو کردیم، حالا میایم دوباره همین چک رو انجام میدیم، یعنی نگاه میکنیم ببینیم که سه با یک همزنجیرن یا نه، و همین کار ادامه پیدا میکنه تا وقتی که دیگه هیچ رأسی وجود نداشته باشه. در صورت آخرین اتفاقی چیزی که نشم آخرین رأسی که حذف کردیم رو اضافه میکنیم و بعد دوباره این رأس آیوم که دستمون بود رو به پشت اضافه میکنیم. الان یک دو و سه در پشت قرار دارن، ادامه میدیم. الان نوبت چهاره، چهار رو وارد پشت میکنیم و چون چهار هم وضعیتش مثل یک و دو و سه بود و وقتی نوبت پنج میرسه اوضاع فرق میکنه، چون پنج با یک دو سه و چهار همزنجیر نیست، یعنی الان با چهار که چک میکنیم میبینیم پنج و چهار همزنجیر نیستن، بنابراین شروع میکنیم خط قسمت بالا رو انجام میدیم، پشت رو خالی میکنیم و دوتای آخر اون آخری که حذف کردیم و پنج که دستمون بود رو توی پشت درج میکنیم. این کار انقدر ادامه میدیم تا به رأس 24 برسیم.
حالا من چند مرحلهش اونجا گذاشتم. خب حالا اگر قبول بکنیم که یک چنزلی یک نوار میشه در زمان خطی مثلث بندی کرد، میتونیم ازش اینطوری استفاده کنیم. کاری که انجام میدم اینه که یک چنزلی دلخواه داده شده رو اول به قطعات یک نوا افراز میکنم. این کار رو در زمان انلاگن انجام میدیم. وقتی این کار رو کردیم یک تعدادی زیر چنزلی به دست میان که اینا یک نوا هستن، مثلا کایک زلی، کادو زلی، کاسه زلی، همینطور تا آخر. هر کدوم اینا هم در زمان خطی میتونیم مثلث بندی کنیم، کافی اینا رو کنار هم بذاریم تا مسئله حل بشه و در زمان انلاگن میتونیم این چنزلی رو مثلث بندی کنیم. من اینو نشون میدم برای اینکه این چنزلی به قطعات یک نوا تقسیم بشه کافیه اینتریر کاسپاش رو از بین ببریم. من اینتریر کاسپا رو نشون دادم اینجا، یعنی اون زوایای مقعری که من چون نسبت به راسه عمود دارم کار میکنم، هر دو تا رأس دو طرف این زاویه مقعر هر دو بالا یا هر دو پایین خط افقی باشن، خط افقی گذرنده از رأس مقعر باشن. الان این تریکاسپای من این زاویه های مقعر هستن. من باید اینا رو از بین ببرم. برای اینکه اینا رو از بین ببرم، اگه اینا از بین برن به قطعات یک نوا تقسیم میشه دیگه، چون شرط یک نوا بودن این بود که این تریکاس نداشته باشه. برای اینکه این کار انجام بدم، یه خط جارو رو از بالا به سمت پایین حرکت میدم و این چنزلی رو زوزنقا بندی میکنم به این ترتیب. حالا میام نگاه میکنم ببینم این اینتریر کاسپ ها در کدوم زوزنقا ها قرار گرفتن برای اینکه بتونم اینها رو از بین ببرم. مثلا این دو تا اینتریر کاسپی که اینجا قرار گرفتن در این زوزنقا بزرگ وسطی اینجا قرار گرفتن. در نتیجه من پوینتر ندارم. توی این اینترکاس و این اینترکاس این دوتا اینجا قرار دارن، توی این سوزن هم هستن. کافی که این دوتا رو هم وصل بکنم تا در واقع این زاویه بزرگ دوتا زاویه کوچیک تقسیم میشه که یکی از رأس‌هاش بالای خط افقی، یکی دیگه پایین خط افق، و بنابراین این اینترکاس کلا از بین میره. همین کار رو برای تمام اینترکاس رو انجام میدم، یعنی سوزن هاش رو تشخیص میدم و این قضو رسم میکنم. این کاری که انجام بشه الان چنزلی من به چهار قسمت یک نوا تقسیم میشه. حالا کافی هر کدوم از اینها رو به روشی که گفتم مثلث بندی کنیم و در کنار هم قرار بدیم تا چنزلیمون در زمان انلاگن مثلث بندی بشه. خب این بحث فقط برای این بود که من مثلث بندی رو روی چنزلی های روی چنزلی ها هم بحث بکنم. قسمتی که حالا فکر میکنم شاید اهمیتشن بیشتر باشه چنزل مثلث بندی مجموع نقاط هست. من یه بار دیگه در واقع تعریف دقیق‌تری از مثلث بندی یک مجموع از نقاط ارائه میکنم. فرض کنید من یک مجموع از نقاط دارم، مجموع نقاط S در صفحه. منظور از مثلث بندی این مجموع نقاط این هست که یک مجموعه ماکسیمالی از یال‌های غیر متقاطع روی این مجموعه نقاط در سطح پیدا بکنم. این یال‌ها در واقع دو سرشون باید نقاط درون S باشن. برای این کار من شروع می‌کنم اینو ساختن، ببینیم به چه صورت. مثلا این پاراخط رو رسم می‌کنم، همینطوری پاراخط بعدی اینقدر رسم می‌کنم که دیگه نتونم این شرط غیر متقاطع بودن رو داشته باشم. یعنی ببینید همینطوری ادامه میدم. به محض اینکه دیگه نتونستم یالی اضافه بکنم که متقاطع نباشن، متوقف میشم. یعنی اینکه اون شرط ماکسیمال بودن به این معنی هست که اینقدر رسم بکنید تا دیگه تقاطع اتفاق بیفته. به این میگیم یک مثلث بندی از این مجموع نقاط. حالا یک تعریف دیگرش میتونه این باشه که پوسته محدب یا حال کانوکس حال این مجموعه از نقاط رو به مثلث‌ها تقسیم بکنیم. این تعریف محدب میشه. حالا ببینیم که با چه روش‌هایی ما میتونیم این مثلث بندی رو انجام بدیم. یکی از روش‌های خیلی ساده مثلث بندی مجموع نقاط این هست که اول کانوکس‌ها رو رسم بکنید. بعد بدون اینکه به نقاط درون کانوکس‌ها نگاه کنید، این چنزلی محدب رو به سادگی مثلث بندی کنید. یکی از روش‌های ساده‌ای که برای مثلث بندی کردن این چنزلی محدب هست اینه که کافی یکی از رأس‌هاش رو به تمام رأس‌های دیگه وصل بکنید. به این صورت یه مثلث بندی از کانوکس‌ها میده. حالا
نقاط درون این چنزلیل هم بهش نگاه کنید. اتفاقی که میفته اینه که حالا ما باید از این یکی نقاط هم استفاده کنیم برای اینکه مثلث بندی رو کامل کنیم. برای اینکه این کار رو انجام بدیم بیاید یکی یکی این مثلث ها رو نگاه کنیم و ببینید که اگر توشون نقطه ای قرار گرفته باشه از این نقاط درونی، این نقطه رو وصل بکنید به دو سر به سه تا رأس مثلثی که درونش هست، یعنی الان این نقطه قرمز باید به این سه تا وصل بشه به این ترتیب. دوباره مثلث بعدی رو نگاه میکنید و همین کار رو برای مثلث بعدی انجام میدید. مثلا این یکی که روی زر افتاده باید به هر دو طرف بسته بشه و همینطور این کار رو انقدر ادامه میدیم تا دیگه هیچ مثلثی نداشته باشیم که در توش نقطه‌ای وجود داره. الان هیچ کدوم از مثلث این وضعیت نداره. خب حالا بعدا نشون میدیم که تعداد این مثلث ها همواره یه عدد ثابتی هست که وابسته به تعداد رأس های روی کامرس ها. یک روش قشنگی دیگه برای الگوریتم برای مثلث بندی مجموع نقاط وجود داره که روش افزایشی اینکریمنتال هست. این روش رو اگه بخوایم توضیح بدیم، روش خیلی ساده هم هست اتفاقا. اولین کاری که میکنیم اینه که تمام نقاط مجموعه S رو بر اساس مؤلفه X‌شون سورت میکنیم از چپ به راست. بعد ستای اول رو در نظر میگیریم و یک مثلث از این ستای اول میسازیم و این شروع کار ماست. همونطور که تو الگوریتم افزایشی میدونیم یکی یکی نقاط رو به ترتیبی که اینجا بر اساس مؤلفه X هست به این مجموعه باید اضافه بکنیم و هر رو اصلاح بکنیم. اینجا نقطه چهارم رو الان من اضافه میکنم و حالا میخوام حل رو اصلاح بکنم. برای اینکه این حل اصلاح بشه باید یعنی جواب اصلاح بشه، کاری که انجام میدیم اینه که این نقطه جدید رو به تمام نقاطی که از جواب قبلی قابل رویت هستن براش وصل میکنیم. یعنی الان این به اینا وصل میشه. نقطه پنجم رو اضافه میکنم و همین کار رو تکرار میکنم. نقطه ششم و همین کار رو انجام میدم. نقطه هفتم و ادامه میدیم تا آخرین نقطه. روش افزایشی هست که این مجموعه از نقاط رو مثلث بندی. اما یکی از خواص مثلث بندی مجموعه نقاط تعداد مثلث هایی که به وجود میاد که وابسته هست به تعداد رأس هایی که روی کانورس ها قرار میگیرن. من برای اینکه اینو توضیح بدم از این فرمول اولر میخوام استفاده کنم که برای گراف های مسطح هست. همینطور که میبینید با توجه به تعریفی که اصلا اول کار برای مثلث بندی ارائه کردم، مثلث بندی گراف مسطح خود به خود، بنابراین این فرمول اولر رو میتونیم بهش استفاده کنیم. یعنی تعداد رأس هاش منفی تعداد یارهاش برای تعداد وجه هاش عدد دو خواهد بود. اجازه بدید من تعداد نقاط درونی این کانورس هال رو با کی نشون بدم، تعداد نقاط روی کوسه محدب و کانورس هال رو با H و تعداد مثلث ها رو با T. در این صورت تعداد یال ها، تعداد بچ ها و تعداد رأس ها به این ترتیب به دست میاد. تعداد اگر من این روابط رو در واقع توی فرمول اولر قرار بدم، خواهیم دید که تعداد مثلث هایی که به دست میاد این عدد خواهد بود که 2k به علاوه h منهای 2 یا حالا بهترش 2n منهای h منهای 2 خواهد بود. از اون دیگه خواص مثلث بندی تبدیل شدن هر دو مثلث بندی دلخواه به هم دیگه است. من برای اینو توضیح بدم نیاز به اسم مقدمات دارم که در موردش صحبت میکنم، بعد به این قضیه مهمی که میخوام میرسم. اولین موضوعی که میخوام در واقع اولین چیزی که لازم دارم برای اینکه تعریفش بکنم عمل H فلیپه. اگر شما یه چارزدی داشته باشید که این چارزدی محدب رو مثلث بندی کرده باشین، به این مثلث بندی کرده باشین، به این عمل که جابجایی این قطری که استفاده کردید با قطر دیگه یه چیزی کم دارم اشکال نداره،
جابجا کردن این قطری که الان استفاده کردم با این یکی قطر و به دست آوردن یک مثلث بندی جدید از این چهار ضلعی رو به این عمل میگیم اچ پی دی پی، یعنی که این قطر رو حذف بکنید تو این چهار ضلعی محدب و این قطر رو به جاش اضافه کنید. این تعریف اچ پی دی پی رو داشته باشی. حالا ما میتونیم با عمل اچ پی دی مثلث بندی های جدیدی از روی مثلث بندی های قبلی یا داده شده به دست بریم. فرض این مثلث بندیه، من توش اگه یه چهار ضلعی محدب پیدا بکنم مثل این چهار ضلعی، میتونم عمل اچ فیلیپ رو توی این چهار ضلعی محدب انجام بدم و این مثلث بندی جدید به دست بیارم. خب حالا بر اساس این چیزی که گفتم یک گرافی رو تعریف میکنم به اسم گراف فیلیپ. گراف فیلیپ چی هست؟ فرض کنید برای یک مجموعه نقاط داده شده من میخوام یک گرافی تعریف کنم به اسم گراف فیلیپ. به این صورت تعریف میکنم که همطور که میدونید این مجموعه نقاط تعداد زیادی مثلث بندی دارن، یعنی من میتونم با شکل‌های مختلف اینو مثلث بندی کنم. این گراف فیلیپ رأس، هر رأسش یکی از مثلث بندی های این چند ضلعی هست، این ببخشید این مجموعه نقاط هست و یال های این گراف، یعنی نوت هاش این قرمز های بزرگه که متناظر با یکی از مثلث بندی های این مجموع نقاط هست. یعنی من فرض محال مثلا بتونم تمام مثلث بندی های این مجموع نقاط نقطه رو بکشم، به اون تعداد این گراف نوت داره. به هر کدوم از مثلث بندی های متفاوت این یک نوت اختصاص میدم، دو تا نوت رو به هم وصل میکنم در صورتی که این دو تا مثلث بندی با یک عمل فلیپ نسبت به هم دیگه به دست بیان، یعنی فرقشون با هم فقط در یک عمل فلیپ باشه، یعنی فرقشون با هم فقط در یک یاله که اون یال هم در واقع همون عمل فلیپ هست. مثلا هر کدوم از این دو تا رو نگاه کنید با هم دیگه نسبت به قبل با هم فقط در یک عمل فلیپ اختلاف داره. یکی از خواص بسیار مهم گراف فیلیپ این هست که گراف فیلیپ همبنده. میتونید حدس بزنید الان که همبند بودن گراف فیلیپ چه کمکی به ما میکنه؟ ببینید حالا بعدا من بیشتر اینو توضیح میدم، ولی همینقدر بگم که چرا اگر این همبند باشه اینقدر برای ما مهمه؟ چون اگر همبند باشه پس بین هر دوتا گرش ما یک مسیر خواهیم داشت. این نشون میده که هر دو تا مثلث بندی با یک تعداد متناهی عمل فیلیپ به هم قابل تبدیل هستن و این خیلی ارزشمنده. بنابراین همبند بودن گراف فیلیپ برای ما مهمه. برای اینکه این قضیه رو نشون بدیم من یک کوچولو به اثباتش اشاره میکنم، چون اثباتش سخت نیست ولی حالا فقط کلیاتش رو بگم که به چه صورته. برای اینکه نشون بدم که گراف فیلیپ همبند هست، اول اجازه بدیم اون مثلث بندی که با روش اینکریمنتال ساخته میشه و یه مجموع نقاط اس که منحصر به فرد با تی اس آر نشون بدم. حالا من اینا چه اس آر اومده پایین، حالا این تی اس آر بوده، با تی اس آر نشون میدم. حالا با استقرار نشون میدم که هر مثلث بندی با تعداد متناهی عمل فیلیپ به تی اس آر قابل تبدیله، یعنی تو گراف فیلیپ همه نودهای ما به نود متناظر با تی اس آر راه دارن یا مسیر دارن، بنابراین گراف همبند خواهد بود. برای اینکه نشون بدیم این کوچولو بگم که برای اینکه نشون بدیم که همه مثلث بندی ها به مثلث بندی تی اس آر با تعداد متناهی عمل فیلیپ قابل تبدیل هستن، این شکل رو نگاه کنید که روش بگم. در واقع من به استقرا این کار رو انجام میدم، یعنی میگم که برای الیمنت های یکی برقراره یه همچین خاصیتی، فقط کافی برای این نشون بدیم. اون مثلث هایی که به رأس پی ان یا به نقطه پی ان در واقع در مثلث بندی دلخواه ما متصل هستن، این نارنجی ها رو بهشون میگم ستاره پی ان. این من فقط باید نشون بدم که این ستاره پی ان قابل تبدیل هست به حالتی که در واقع ستاره پی ان در تی استار. اگه اینو نشون بدم حل دیگه، چون که در اون صورت بقیه این قسمت ها هم که یه المنت های یک ضلعی هست برای این ببخشید المنت های یک نقطه هست
با این المنت های یک نقطه که سورت شده هم هستن چون پی ان بیشتر این ایکسو داره اینا هم پس طبق فرض استقاب هم قابل تبدیل هم اینطوری مسئله حل میشه. پس فقط کافی که نشون بدیم که برای پی ان ستاره پی ان به ستاره پی ان در تی اس ها قابل تبدیل هست. که این اگه نشون بدیم که بازم خیلی سخت نیست ولی من از این ستاره همون ایده ستاره تو الجبر توپولوژیه دیگه. مفهوم لینک و ستاره اونجا داریم. همون مفهوم همسایگی و تو گراف میشه مفهوم همسایگی و تعمیم بشه. اگر تو باشه بله. دقیقاً چون دقیقاً ستاره پی ان دقیقاً تمام همسایه هاش هست و تمام مثلث هایی که هست. ببخشید یه سوالی که من این قسمت دارم. این گرافی که دیدی گفتین پس با چند تا عمل متناهی میتونیم بگیم دو تا مثلث بندی شبیه هم میشن یا نه؟ یعنی هم جربیت پس داریم؟ همه مثلث بندی الان نشون میدم همه مثلث بندی با تعداد متناهی که این تعداد رو هم میشمارم. نه قابل دو تا مثلث بندی متفاوت دارم؟ بله از یک شکل؟ بله پس تو هم با یک چند تا با متناهی میتونم این رو تبدیل به اون یکی ها بزن برعکس کاملا درسته. این الان نتیجه همبند بودن گراف فیلیپه. خواهش میکنم الان توجه کنید هر دو مثلث بندی از یک مجموع نقاط با دنباله ای از اعمال فیلیپ قابل هم قابل تبدیل. خب دلیلش من یه بار توضیح دادم ولی الان دوباره میگم چون گراف فیلیپ همبند هست بنابراین بین هر دو تا نود گراف فیلیپ یک مسیر هست. یعنی شما میتونید هر دو تا مثلث بندی متفاوت رو با تعداد متناهی عمل فیلیپ متوالی به همدیگه تبدیل کنید. یا حالا ایده این نتیجه که من میخوام الان با مثال براتون نشون بدم نتیجه مستقیم اون قضیه هست. تو اون قضیه میگیم که ما هر مثلث بندی داشته باشیم من میخوام نشون بدم الان نتیجه میگه هر مثلث بندی داشته باشیم به یه مثلث بندی دلخواه دیگه قابل تبدیله با یه تعداد متناهی فیلیپ. اونجا تو اون قضیه داشتیم که تو اثبات قضیه من نشون دادم که به تی اس ها همشون قابل تبدیلن ولی همین کافیه که نشون بده اون متناهیه. الان اینجا اگر نگاه کنیم من اینو میخوام به این تبدیل بکنم کافیه که اولی عمل فیلیپ اینجا انجام بدم و به این صورت در بیاد بعد یه عمل فیلیپ دیگه اینجا انجام بدم بیاد. یعنی اینکه یک مسیر به طول دو بین این دوتا وجود داره و از این نود هم میگذره این به خاطر همبند میشه. خب من حالا میخوام بگم که واقعا با تعداد متناهی عمل هر دوتا مثلث بندی به هم قابل تبدیله. تعداد متناهی عمل تعدادش رو میخوام بشمارم. برای اینکه بشمارم اجازه بدیم قطر گراف رو تعریف کنم. مفهوم ساده‌ای هست. در واقع ماکسیموم شورتست پس ها رو سایز شورتست پس ها رو بهش میگیم قطر گراف. یعنی اگه شما یه گراف مثل این داشته باشه یه گراف دلخواه تمام شورتست پس هاشو لیست بکنید هر دوتایی کوتاه‌ترین مسیرش رو سایزش رو سایزش منظورم تعداد یال های این هست سایزش رو نگه دارید تمام این عدد رو که نگه دارید ماکسیموم این عدد رو پیدا بکنید این قطر گراف هست. مثلا اینجا طولانی ترین شورت اسپس ما اینه سایزش 5 به خاطر اینکه 5 تا لینک داره. بنابراین این قطر این گرافی که من الان اینجا آوردم چیزا 5 اینو داشته باشین. من میخوام نشون بدم گراف فیلیپ قطرش حد اکثر الیمنت های 3 و الیمنت های 2 این چی رو میخواد به ما بگه؟ من نمیدونم چه اینه به هم ریخته ولی خب حالا توضیح میدم معلوم میشه. میخوام بگم قطر گراف فیلیپ حد اکثر الیمنت های 2 و الیمنت های 3 یعنی طولانی ترین مسیر بین دو گره گراف فیلیپ حد اکثر سایزش اینه. یعنی بیشترین تعداد اعمال فیلیپی که شما لازم دارید دو تا مثلث بندی رو به هم تبدیل کنید ماکسیموم الیمنت های سو در الیمنت های سو. دلیلش خیلی ساده است. دلیلش این هست که اینجا شما به هم ریختم من حالا همینطوری بگم من میخوام اینو به استقرار روی ان نشون بدم که چرا قطر گراف فیلیپ در واقع حداکثر الیمنت های 2 در الیمنت های 3 هستش.
ما میدونیم که هر مثلث بندی ببخشید من میخوام نشون بدم که هر مثلث بندی با تعداد اینقدر عمل فیلیپ به TSR قابل تبدیله. اگر من اینو نشون بدم مسئله حله. میدونید چرا؟ چون که هر مثلث بندی مثل T با انتخاب دو از انمن های دو تا عمل فیلیپ به TSR تبدیل میشه. یه مثلث بندی تی پرایم دلخواه رو در نظر بگیرید که من میخوام تی رو به تی پرایم تبدیل بکنم. دوباره تی پرایم هم با یه تعدادی حداکثر انتخاب دو از انمن های دو هست به تی اس ار قابل تبدیله. بنابراین جمع این دو تا عدد که در واقع جمع این دو تا میشه انتخاب دو از انمن های دو، دو تا انتخاب دو از انمن های دو که میشه همین عدد. یعنی اینکه هر تی رو میخوای به تی پرایم دلخواهی تبدیل بکنید تعداد کل فیلیپاتون اینه. من فقط کافی نشون بدم که هر تی دلخواهی رو با اینقدر عمل فیلیپ به تی اس ار تبدیل میتونید بکنید. اگه اینو نشون بدم مسئله حل. برای اینکه اینو نشون بدم به استوا نگاه میکنم به قضیه. میگم که برای اینکه یک انمن های یک زلی رو یک مجموعه از انمن های یک نقطه رو من تبدیل بکنم مثلث بندیشو به تی اس ار متناظر خودش، طبق این فرمولی که اینجا نشون انتخاب دو از انمنت های سه تا احتیاج دارم برای انمنت های یکی. جالبه بدونید که برای پی ان هم حداکثر انمنت های سه تا لازم داریم. الان میگم چرا. جمع این دو تا عدد دقیقا اینو نشون میده. پس به استفاده من تونستم اینو نشون بدم. اما چرا برای تبدیل ستاره پی ان به تبدیل اون مثلث بندی ستاره پی ان به ستاره پی ان در تی استار به انمن های ستاره احتیاج داریم؟ حداکثر بدیهیه دیگه. برای اینکه یه دونه خود پی ان دو تا مجاوراشن ستا کم کنی، حداکثر این دیگه تمام یارهاش تغییر کنی که انمن های ستا سی بیشتر از اون که نیست. پس حداکثرش انمن های ستا سی جمع بشن دقیقاً اون که می‌خواستیم رو به دست میارم. بنابراین قطر گراف فیلیپ حداکثر انمن های ستا در انمن های بود. یعنی این در واقع خبر خوبه، اینکه ما مطمئنیم که اگر دو تا مثلث بندی داشته باشیم با حداکثر تعداد او ان دو عمل فیلیپ میتونیم اینا رو به هم دیگه تبدیل بکنیم. این در واقع همی هست. یه قضیه دیگه هم هست، من فقط بهش اشاره میکنم. اون این هست که تعداد اعمال فیلیپ نه تنها این یک کران بالا براش هست، یک کران بالای بهتر هم براش پیدا کردن. میگن که اگر شما دو تا مثلث بندی که میخواییم با یه تعدادی عمل فیلیپ به هم تبدیل بکنید، دقیقا این دوتا رو بذارید رو هم، یعنی این به دست بیاد، بعد این تعداد تقاطع رو بشمارید. وقتی این دوتا رو هم قرار بگیرید یه تقاطع به وجود میاد، چون دو تا مثلث بندی از یه مجموع نقاط هم. این تعداد تقاطع ها هم یک کران بالای بهتر برای تعداد اعمال فیلیپ هست که این باز کرار رو بهبود دادم توی این وضعی که حالا من دیگه بهش اشاره نمیدونم. اجازه بدیم به یکی از مهمترین بحث ها که مثلث بندی دلونی هست، دلونی در واقع هست، من برسم. سعی میکنم که حالا بدون استفاده از دیاگرام برنوی که فکر میکنم دیروز آقای دکتر برنا تدریس کردن مثلث بندی دلونی رو بهتون معرفی بکنم. فرض کنید من بخوام توی یک فضایی یک مثلث بندی از این مجموعه نقاط که هر کدوم یک ارتفاع از پیش تعیین شده دارن درست بکنم. مثلا فرض کنید من یک عکس برداری کردم از یک فضایی و یک نقاطی هستن که هر کدوم ارتفاعی دارن. مثلا این میتونه 78 مثلا میتونه کوه باشه یا مثلا 2 میتونه دره باشه. یه همچین تصاویر رو تهیه کردم. بعد میخوام اینو مدل کنم، حالا با مثلث بندی این رو ازش یک تصویری درست بکنم. میخوام بهتون نشون بدم که اگر ما یه همچین مثلا فرشون توی همین 4 تا نقطه ما به هر کدوم از اینها در واقع به همون اندازه ای که در واقع ارتفاع اینها هست ببریم که بود سوم و یک ارتفاعی رو متناظر بکنیم، الان یه همچین فضایی داریم. این نکته مهمی که هست اینه که شما مثلث بندی از این 4 تا نقطه میتونید داشته باشید به این دو تا صورت. میخوام اختلاف این دو تا رو با هم دیگه بگیم.
این مثلث بندی و این مثلث بندی که ما در فضای دو بعدی انجام میدیم، در فضای سه بعدی این دو تا مثلث بندی رو ایجاد میکنن. اگه خوب نگاه کنید، این مثلث بندی یک دره ایجاد کرده، یعنی از 7 به 8 ارتفاعشون کم بوده، یک فرو رفتگی یه چیزی شبیه 7 ایجاد کرده، ولی برعکس اون یکی چیزی شبیه 8 ایجاد کرده، یعنی قله ایجاد کرده. یعنی این دو تا مثلث بندی رو اگه ما یک هر کدوم از اینها رو انتخاب بکنیم، اینقدر ممکنه در مدل سازی تصویر ما، تصویر سه بعدی ما اختلاف ایجاد بکنه. بالاخره اینجا درست رو قله هست. برای که این و واقعا این دو تا ما خیلی فرق دارن. برای که ما اینجور مسائل رو حل بکنیم، مجبوریم تعداد نمونه برداری هامون رو یا اون لندمارک هامون رو بیشتر بکنیم. هرچی این نقاط بیشتر باشن ما تصویر دقیق تری داریم. اما واقعیت اینه که چه مثلث بندی من به کار ببرم که بتونه تصویر واقعی تری از این ارائه بکنه. مثلا فرض کنید من یه همچین شکلی دارم و اینجا بین این چهار زدی 2828 و 828 نمیدونم که اینو وصل بکنم یا اینو وصل بکنم. واقعیت اینه که هر کدوم رو وصل بکنم، اگه اینو وصل بکنم یک قله اینجا به وجود میاد، اگه اینو وصل بکنم یک دره به وجود میاد. و سوال اینه که کدوم رو باید وصل بکنم؟ اگه نقطه‌ای که به ما میدن 825 باشه، به نظرتون این نقطه یا باید ببینیم این نقطه چه ارتفاعی داره، یا 85 مثلا یه چیز بزرگیه یا یه چیز کوچیکی مثل 5. طبیعیه که اگه 5 باشه منطقی تره که به 2.8 وصل باشه، ولی اگه 85 باشه منطقی تره که به این 2 وصل باشه، چون این اختلاف ناگهانی یه ذره بعیده دیگه، یعنی تعداد نقطه همون بنزی کافی بزرگ زیاد باشه. مثلث بندی دلونی در واقع همچین کاری رو میخواد برای ما ساده بکنه که اگه تعداد نقاط نمونه برداری ما بنزی کافی زیاد باشه، به ما میگه که کدوم پاسخ درست تره و کدوم مثلث بندی باید انتخاب کنیم. ما برای یه تعریفی از ما چه وقت دارم؟ یک ده من از اثباتا میتونم که بدونم بحث رو بگم. اگه من میخوام حالا مثلث بندی دلونه رو تعریف کنم که یه مدل خیلی خوبی هست برای اون سوال مسئله کاربردی که تعریف کردم. برای این کار فرض کنید یک مثلث بندی از مجموعه نقطه تا نقطه به اسم S رو در اختیار داشته باشید. بیایید چیکار کنید؟ تمام زوایای این مثلث ها رو، برای هر مثلث سه تا زاویه دارید، همه اینها رو نامگذاری کنید و سورت کنید از کوچیک به بزرگ، از آلفا یک میشه تا آلفا سه. من این رو تعداد مثلث ها گرفتم که اینجا راحت باشم. اگر اینا رو همه رو از کوچیک به بزرگ سورت بکنید، به این در واقع دنباله میگیم دنباله زوایا. یه مثلث بندی رو چاق میگیم در صورتی که دنباله زوایاش رو، من اگه بخوام دنباله زوایای دو تا مثلث، وقتی فقط 10 دقیقه وقت دارم کلا احساس کردم باید عجله کنم. خب حالا من دو تا در واقع دنباله از زوایا دارم، میخوام ببینم کدوم یک از این مثلث بندی ها چاق هست. برای اینکه این تعریف بکنم کافیه بیایم شروع کنیم از کوچکترین مقدار اینا رو با هم مقایسه کنیم تا جایی که با هم مساوی هستند. که جیبه محض اینکه اولین اختلاف که در مورد اینا به وجود اومد، الان 65 و 60 اولین اختلافی که ببینیم دنباله دو تا دنباله به وجود میاد، الان 65 از 60 بیشتره، در این صورت این دنباله از مثلث بندی ها میگیم دنباله ای که برای مثلث بندی چاق‌تر هست. یعنی اگر من دو تا دنباله از دو تا مثلث بندی متفاوتی یه مجموعه نقاط رو بخوام مقایسه بکنم، هم اینطوری مقایسه میکنم، یعنی سورتشون میکنم، بعد با هم مقایسه ها، اونی که اولین اختلاف به وجود اومد و بزرگتر بود اون میدون اون چاق‌تره. حالا مثلث بندی دلونه در واقع چاق‌ترین مثلث بندی ممکنیه که ما میتونیم روی مثلث بندی روی مجموعه نقاط داشته باشیم. یعنی شما این مجموعه نقاط رو هر جوری میتونید مثلث بندی کنید، کلی مدل میتونید مثلث بندی کنید، دنباله زوایای همه اینا رو بنویسید، اونی که از همه چاق‌تر اون دلونه ای هست. پس این تعریفی از مثلث بندی دلونه. حالا من
یک یال رو در یک مثلث بندی لگال میگم در صورتی که این تعریف رو داشته باشیم که میخوام ارتباطش رو با مثلث بندی دلونه میگم یعنی که با فلیپ آن مثلث بندی حاصلمون چاقتر نشه یعنی اگر من که مثلث بندی داشته باشم اون یال هایی که اگه فلیپ بشن مثلث بندیمون چاقتر نمیشن میگیم لگال اونایی که اگه فلیپ بشن مثلث بندی چاقتر بشه میگیم ایلگال الان اینجا اگر من این رو فلیپ کنم مثلث بندی لاغرتر میشه به خاطر همین به این یال قرمز مثلا میگم یال لگال چون که با فلیپ کردنش مثلث بندیم چاقتر نشده پس این یال های لگال رو داشته باشین مثلث بندی درونه در واقع مثلث بندی که اصل همه یال‌هاش لگال هست یعنی هیچ کدومون نمیتونید فلیپش کنید و این مثلث بندی به دست برید که چاق‌تر از قبلی یعنی چاق‌ترینه یعنی همه یال‌های یه دونه مثلث بندی لگال باشن درونی میشه؟ بله برعکسش اگر لگال باشن؟ اگر بطنه اگر امکان بگن اگر همشون لگال باشن که خب تعریفش هستن حالا اگه میگید که مثلث بندی دلونه باشه همش لگاله بله تعریف خب برای که حالا شما شاید بیشتر مثلث بندی دلونه رو به عنوان دوگان دیاگرام برونو میشناسید و معمولا هم ما از اون طریق استفاده میکنیم برای اینکه مثلث بندی دلونه رو بسازیم اما من اینجا میخوام یک روشی از با کمک عمل فلیپ برای ساخت مثلث بندی دلونه بهتون ارائه کنم میگه اولین کاری که میکنید اینه که یک مثلث بندی دلخواه رو برای محاسبه کنید پس برای مثلث بندی دلخواه شروع میکنید من میخوام نهایتا این مثلث بندی دلخواه رو تبدیل به مثلث بندی دلونه بکنم برای این کار یکی یال‌ها رو نگاه کنید ببینید آیا یال ایلگال داریم یا نداریم اگه یال ایلگال داشتیم فلیپش کنید الان داشتم فلیپ کردم باز دارم خب اینقدر این کار ادامه میدیم تا تمام یال هامون لگال بشن اگه همه یال ها لگال شدن کار تمومه البته پیچیدگی زمانیش خیلی خوب نیست ولی نه چون اونی که ما با دیاگرام برونو داریم ان لاگ ان ولی خب اینطور نیست ولی به هر حال این یکی از الگوریتم ساده و جیبه من میخوام اینجا یه اشاره بکنم به مثلث بندی دلونه یه کوچولو قضیه تالس رو یادآوری بکنم اگر شما دو تا نقطه پی و کیو رو روی یک دایره داشته باشین سه تا نقطه ای که در سه وضعیت داخل دایره روی دایره و بیرون دایره هست اگر زاویه که با این دو تا نقطه میسازن رو در نظر بگیرید همیشه اونی که درون دایره هست بزرگترین زاویه رو داره اونی که روی دایره هست وسط اونی که بیرون دایره هست کوچکترین زاویه رو داره حالا از این میخوام استفاده کنم برای اینکه بگم یک یال مثل AC یک یال لگال هست اگه نقطه D خارج دایره محیطی مثلث ABC باشه و ایلگال هست اگر نقطه D داخل دایره محیطی مثلث ABC باشه یعنی اگه شما یه 4ZD رو توی این مثلث بندی بهش نگاه بکنید کافیه دایره محیطی یکی از این مثلث‌ها رو بکشید اون وقت AC رو نگاه کنید AC برای اینکه مطمئن بشید که لگال هست یا ایلگال هست فقط کافیه به این نقطه D نگاه کنید اگر این D بیرون باشه این لگال اگه درون باشه این ایلگال AC خب من اینم خواستم نشون بدم که با جا به جا کردنش به خاطر قضیه تالس این زوایای کوچیکتری درست میکنه بنابراین این لگاله ولی اینجا زوایای بزرگتر میشن پس این لگاله به خاطر قضیه تالس خب حالا من یک قضیه رو بهش اشاره میکنم که بهش میگن خاصیت دایره های توهی یه مثلث بندی دلونه هست اگر وطن ها اگر دایره های محیطی مثلث های اون شامل هیچ یک از نقاط اس نباشن یعنی اگر برای یک مثلث بندی به شما بدن میان دایره محیطی تمام مثلث ها رسم بکنید این دایره ها اگه همه توهی از سایت های دیگه باشن توهی از نقاط دیگه باشن در صورت مطمئن میشید که این مثلث بندی دلونه هست من از اثباتش میگذرم که کامی رو دیگه بگم اشاره هم به الگوریتم در واقع اینکریمنتال بکنم که اینم خیلی جالب استفاده میکنه از همون خاصیت دایره های محیطی کاری که انجام میده اینه که میاد نقاط رو
با یک ترتیب تصادفی و دلخواه در نظر میگیره. پس از نقاط الان ترتیب داره از پی یک مثلا تا پی این. سه تا نقطه اول رو در نظر میگیره، یه مثلث بر اینها رسم میکنه. نقطه پی چهار رو که میخواد به این مجموعه اضافه بکنه، دایره محیطی مثلث رو، این مثلثی که تا حالا رسم کردیم رو میکشه. اگر درون باشه، پس الان این یال ایلگاله، پس باید عوض بشه. برای اینکه عوض بشه، نقطه جدید رو به این یال، به این رسمای قبلی بس میکنه و انگار فلیپ رو انجام میده در واقع دیگه. حالا دوباره برای تمام مثلث هایی که داریم، یعنی این مثلث دایره محیطیش رو میکشه، برای اون یکی هم دایره محیطیش رو میکشه، نقطه بعدی رو اضافه میکنیم، نقطه پنجم رو. این نقطه تو دایره هر کدوم از اون باشه، همون کاری که قبلا کردیم با همون مثلث انجام میدیم. الان همین کار رو انجام میدم و بس میشه به همه اینا و به این ترتیب نقطه بعدی رو حالا اضافه کنید با چک سه تا دایره، همینطوری دایرهاتون افزایش بدن. من اینجا دیگه گذرا میگم، فقط نکات جالبی بود در مقایسه مثلث بندی مینیمم ویت با مثلث بندی دلونه. یه زمانی تصور میشد که شاید مثلث بندی مینیمم ویت به این معنی که مجموعه اون یک مثلث بندی از بین تمام مثلث بندی ها که مجموعه یالهاش، طول یالهاشون مینیمم مقدار ممکن باشه. اصطلاحا همش میگن مینیمم اینک، یعنی شما وقتی مثلث بندی رو رسم میکنید جوهر کمتری مصرف کنید، یعنی در مجموع تعداد طول یالهایی که رسم کردید کمتر باشه. ببینیم مینیمم مثلث بندی مینیمم ویت. واقعیت اینه که مثلث بندی مینیمم ویت و مثلث بندی دلونه با هم یکی نیستن. این مثلث بندی مینیمم ویت هست که در واقع 274.1 دهمه، ولی من اینو خواستم اول بگم که مثلث بندی مینیمم ویت رو تصور میشد که از روش گریدی میتونم رسم بکنم، بعد دیدن که نمیشه، بعد تصور کردن که شاید مثلث بندی مینیمم ویت همون دلونه باشه که این مثال نقضشی که نشون میده نمیشه، یعنی اینجا مثلث بندی مینیمم ویتمون این شکلی میشه ولی دلونه مون این شکلی میشه، پس اینها با هم یکسان نیستن. تا اینکه بالاخره در سال 2006 نشون داده شد که پیدا کردن مثلث بندی مینیمم ویت انپی هارد هست. من چقدر وقت بمونم؟ باید دیتر وقت تمومه، ولی اگه دوستان بخوان بیشتر بمونم ما میتونیم اضافه زهر بکنم. شما چقدر وقت نیاز داریم؟ من این یه اسلاید هم بگیم بکنم آخرش دیگه به دیارمان برنه که فکر من دیروز گفته شده. من فقط اینو به عنوان حالا یک موضوع جالب بگم که دو تا مثلث بندی رو میگیم کامپتیبل در صورتی که فرض کنید من دو تا مجموعه نقطه داشته باشم، این دو تا یکی نیستن ها، خب عددش هم فعلا نگاه نکنید، دو تا مجموعه نقطه هستن که متفاوتن با هم، ولی هر کدومشون انتا نقطه دارن، مثلا اینجا 10 تا نقطه است، هر کدومشون 10 تا نقطه دارن. این مجموعه ایکس از نقاط رو در نظر بگیر، این مجموعه ایگرگ هم در نظر بگیر، این دوتا رو میگیم کامپتیبل هستن. این دوتا دوتا مثلث بندی از ایکس و ایگرگ رو میگیم کامپتیبل هستن در صورتی که یک نگاش دو سویه بین این دوتا مجموعه ایکس و ایگرگ بتونید پیدا بکنید که من الان پیدا کردم و تناظرش هم نوشتم، صفر و صفر با هم به هم نگاشته میشن، یک و یک به هم نگاشته میشن، به شرطی که هر چیزی که اینجا مثلث باشه، هر ستایی که اینجا مثلث باشه متناظرش این برای مثلث باشه. در این صورت میگیم این دوتا مثلث بندی کامپتیبلن. خب حالا سوالی که مطرحه اینه که آیا هر جفت مجموعه نقطه‌ای که همسایز باشن و دارای نقاط روی پوسته محدب یکسان باشن مثل این دوتا، یعنی هر دوتاشون پوسته محدبشون 4 ضلعیه، مجموعه نقاطشون هم کلاً 8 تان، آیا اینا همیشه مثلث بندی کامپتیبل دارن؟ این مسئله باز هست. و اینکه آیا ما میتونیم یک مثلث بندی از این و این مثلث بندی از این پیدا کنیم که کامپتیبل باشن، دلم معلوم نیست. اما اگر اجازه بدیم نقاط اشتاینر استفاده بشن، جواب بله هست و به سادگی میشه به این ترتیب انجام داد. کاری که میکنیم اینه که برای اینکه این دو تا مجموع نقطه نشون بدیم که مثلث بندی های کامپتیبل دارن، به شرط استفاده از دو تا نقطه اشتاینر اضافه، کاری که میکنن اینه که میان دو تا نقطه در خیلی دور
در بیرون دایره هایی که این تمام این نقاط رو در نظر میگیرن اختیار میکنن، دو تا نقاط قرمز. بعد به این ترتیب همونطوری که میبینی از بالا به پایین یه زنجیر برای این درست میکنن، یه زنجیر هم برای این درست میکنن، بعد از بالا به پایین اینا رو به هم بس میکنن و تمام این مثلث رو با هم یکسان میشه. و اگر اشتانه استفاده بشه جواب بله هست و مسئله ساده است، در حالی که اون یکی مسئله ساده نیست. من دیاگرام گرونه رو را از تعریفش میذارم، فقط یه نکته میخوام از کاربردهای مثلث بندی دلونه بگم که بحثو تمام کنم. یکی از کاربردهای مثلث بندی دلونه پیدا کردن گراف نزدیکترین همسایه هست. گراف نزدیکترین همسایه چیه؟ این مجموع نقاط ما هست و گرافی که در واقع نودهاش همین نقطه ها هستن، در حالی که یالهاش گراف جهت داره که هر نقطه رو به نزدیکترین نقطه خودش وصل می‌کنه، یعنی این الان نزدیکترین نقطه براش اینه، مثلا این دوتا هر دو نزدیکترین نقطه همدیگه هستن. ما از گراف مثلث بندی دلونه میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه گراف نزدیکترین همسایه رو به سادگی بسازیم. دلیلش اینه که گراف مثلث بندی گراف نزدیکترین همسایه زیر مجموعی از گراف دلونه هست. یعنی اگه من گراف دلونه اینو بکشم، اون گراف زیر مجموعه اینه، این مجموعه آن گراف مثلث بندی دلونه هست. بنابراین میتونیم برای هر رسمی به جای اینکه دنبال نزدیکترین همسایه بگردیم، به سادگی فقط روی همسایه های دلونه اش جستجو بکنیم. و چون تعداد اینا خطی هست، این پیچیدگی زمان رو بسیار کاهش میده و از ON2 به NlogN تبدیلش میکنه. یک کاربرد جالب دیگه‌اش هم پیدا کردن زیر درخت فراگیر مینیمم هست، مینیمم اسپنینگ تری، که اگه شما یه گراف کامل داشته باشید، برای گراف کامل خوب کار میکنه، یه گراف کامل داشته باشید و بخواید مینیمم اسپنینگ تریش رو پیدا بکنید، با روش هریسون اگه پیدا بکنید، اولین کاری که باید بکنید اینه که تمام یارها رو سورت بکنید. چون شما اینجا در گراف یه گراف کامل او ان دو تا یاد داریم، پس یه سورت اولیه بزنید همینطوری او ان دو لاگن مصرف میکنید. یعنی کاری که میخواید از این به بعد حالا مینیمم اسپنینگ تری رو پیدا بکنید، حداقل این او ان دو لاگن رو پشت سرش داره. اما کاری که انجام میشه اینه که چون ثابت میکنید که مینیمم اسپنینگ تری زیر مجموعه دلونه هست و این یه خبر خوبه، و چون تعداد از یالهای دلونه از اوردر N هست، پس ما اگر سورس بکنیم فقط همین ها رو، نه همه رو، و فقط از همین ها استفاده کنیم، چون مطمئنی موزی مجموعی هست، ما اون مرحله سورسمون به زمان N-Log-N کاهش پیدا میکنه و این خیلی برامون خوبه. حالا من توی سادی بعدی فقط اثبات کردم که میوانس پنین چیری زیر مجموعه مثلث بندی درانه. خیلی ممنونم به توجه که این اثبات میوانس پنین چیری زیر مجموعه درانه. ممنونم از توجه و این سوال این در خدمتتون هستم. سوال زیاد دارم ولی دو تاشو می‌پرسم. یکی یه کامنت این که اون داستان استاری که خدمتتون گفتم تو نظری گراف و در واقع عجبه توپولوژی که گفتم سیمپلیشال کامپلکس، برای اینکه شما استقرار ببندید معمولا این کار رو میکنید که یه رأس رو حذف میکنید که گراف استقرار روی رأس حذف شده، گراف بعد رأس حذف شده به همسایگیش میذاره. ولی اگه شما اینجا بیان یه رأس رو حذف کنید، اون چیزی که میمونه دیگه پولیگون نیست. در نتیجه باید، یعنی تو عجبه توپولوژی به اون میگن اون لینک، یعنی همسایگی، شما باید خود اون رأس همسایگی گراف القا شده روی همسایگی بسته رو بگیرید، که اینو تو الجبر توپولوژی بهش میگن استار. پس یعنی مجبور اون رس و اون چیزایی که اونجا دیگه شما رنگ کردیم بذارین کنار تا باقی مانده بازم پولیگون باشه. این دلیل این کار رو کردن استار. بله ولی اشکالی نداره اگر هم چندینی نباشه با اونش که دلیل داره. چون من مجموع نقاط الان دارم. درسته. اون نمیشه. ولی نکته دومی که ما معمولا مثلا تو گراف کالرینگ یه ایده هست که میشه میگیم پارشال کالرینگ. یعنی ما یه تعداد از خطوط رو داشته باشیم که پارشال تراینگولیشن داشته باشیم، سوال میگه که بتونیم از روش برسیم به تراینگولیشن. و آیا اینو میتونیم یونیکلی انجام بدیم که مثلا دکتر محمودی هم به این مفهوم میگن دیفاینینگ ست،
بعد این نکته جالب اینه که این ربط پیدا سوالم شد کامنت رو بسن این ربط پیدا میکنه به یه مفهومی به اسم ایویسیونس ما بیان یه بازی بهش میگن کامیونیکیشن کامپلکسیتی انجام بدیم شما مثلث پولیگون رو دارین و تراینگولیشن خاصی رو دارین من میخوام با سوال جواب با شما به اون برسم اگر تمام سوالا رو بپرسم این میشه ایویسیو حالا ایویسیو یا اوریزان حالا فارسی ترجمهش نمیدونم ولی اگه نتونم تمام سوالا رو کمتر سوال بپرسم و اون تراینگولیشن خاص رو پیدا کنم این میگم نان ایویسیوه این معنیش اینه که از پارشال میتونم به چیز برسم درست. یونیکلی به کامپلیت برسم حالا سوالم اینه که واقعا این ایویسیو هست یا نه یعنی اگه شما پولیگون دارید، حالا اون یکی رو میتونید بگید پولیگون رو دارید و بعد یه ترانگولیشن خاص رو شما میدونید من با شما سوال جواب میکنم باید تمام سوال رو بپرسم یعنی این منهای ستایال رو باید بپرسم یا نه توی چنزلی ها به نظرم میشه بستگی به مدل چنزلی داره چون که از یه جایی باید ممکنه اصلا نتونیم قدر بسه چون محدودیم به قدرها ولی تو ست چطور؟ اگه به ثابت کنیم این ایویسیوه خیلی خاصیت جالب توی اون مدلی که این بازی رو طراحی میکنن توش به مثلث بندی خاصی اشاره میکنن ببینید تو اون مدل من از شما سوال میپرسم شما تا اونجایی که من مثلث بندی رو قبل از آخرین سوال تشخیص ندم میتونیم به من دروغ نگید یعنی اگه فکر کردی من یه طوری بگم یه سوالی بپرسم که این یاله هست یا این قطر کرده هست یا نه من میفهمم که مثلث بندی چیه شما تا اونجا میتونیم به من دروغ نگید خب پس با این حساب این روش کار شده که آیا این من نمیدونم این مفهوم تو علوم کامپیوتر نظری است برای خواص گراف کار شده کافیه فکر کنیم ببینیم که آیا این بازی برنده داره یا نه نه تو گراف میگیم هر خاصیت گراف که یه حدسی هنوز کامل ثابت نشده برای تعداد رسات توانی از عدد اول ثابت شده هر خاصیت گراف که غیر بدیهی باشه یعنی یه گراف اونو داره یه گراف اونو نداره و مونوتون باشه همون مونوتون که شما گفتید یعنی ازش یاد کم کنیم یاد اضافه کنیم اون خاصیت حفظ بشه این حتما ایویسیف است این حدس اوپن 60 سال است و فقط برای اعداد توانهای اعداد اول اینم همونطوره یعنی حدس میزنیم اینجا هم بله قطعا همونطوره چون این همون دیگه این اصلا از نظر گراف میاد این مثلث بندی همون گراف رو ولی من حدس میزنم اینجوری نباشه حالا میشه مرسی ببخشید سر جون ممنونم دوستان سمینار بعدی ساعت 2